استاد بزرگوار، سوال دیگه ای است که تجلیل شب یلدا از نظر علمای دین درست است یا خیر؟ با عرض سلام مجدد خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز عرض بکنم که این سؤالی هست که در شریعت اسلامی تجلیل از مواردی که نبی کریم صلی الله تعالی علیه و سلم تجلیل نموده اند و فرهنگ والای اسلام عزیز تجلیل نموده هست، ما مکلف هستیم، مسئولیت داریم که از آنها، از آن روش تقلید بکنیم و تجلیل بکنیم. شب یلدا طولانی ترین شبی سال هست و در این طولانی ترین شبی سال، این البته تعبیری است که من خودم عرض میکنم، ما اگر تجلیل این شبی طولانی را با عبادت الله بکنیم، با تواضع به دربار الله، با عاجزی و نیاز به دربار الله بکنیم، چی زیبا و چی شایسته و سزاواری هست. اما فرهنگ هایی که در این شب میوه های مخصوص تهیه می شود، غذاهای مخصوص تهیه می شود، نظریات این است که در این شب کسی باید سفر نکنه. اگر غذای پر و زیاد خوردی، در خانه دیکی زیاد پخته کردی، وسائل زیاد جمع کردی، آنها به این نیت هستند که طول سال تو امیتو سیر و پر و خانه تو از همه چیز مملو و لبریز می شود. یک مسئله را متوجه شین که هر جایی که علمای کرام یک کار رد می کنن، یک عمل آنها به اصطلاح ناروا و نادرست می گوین یا در بدعت، برچسب بدعت بر او می زنن، حتما او عمل باید بررسی شود. او مداخلاتی داره در آموزه های دینی که شریعت او مداخلات نمی پذیره. به طور مثال اینه که باوره با هر کسی که بگوی خودش نمی پذیره. اگر شب یلدا شب دراز طولانی ترین شب سال، من تربوز خوردم، من میوه زیاد خوردم و من به اصطلاح یعنی رزق فراوانی تحیه دیدم، مختلف به انواع و اقسام مختلفی گوشت پخته شد، برنج پخته شد، حلوا و غیره پخته شد، طول سال من ایاره میخورم، این در اصل یک گمانی هست بر همان تقسیمات الله متعال که رزق بندگانش را تقسیم کرده هست. او یقدیرو اندازه کردن الله متعال رزقها را اندازه کرده است و در اختیار الله ذوالجلال است. این یک گمانی هست که این گمان کدام اساسی در دین ما نداره و دسته ای را همچون تجلیل نوروز با فرهنگ دیرینه آبا و اجداد خود می دانند، با اوی را پیوان می کنند و یا اینکه فرهنگ عنعنات و رسومات محیطی را می دانند، با یک جغرافیا و یک کشوری مخصوصی ای را به اصطلاح یعنی منحصر می دانند. خب ما با این کارهایی که انجام می دیم باید سر بزنیم به آدرس دین. اگر این یک چیز عرف و عنعنات است، اگر عرف و عنعنات، شریعت اسلامی برباره عرف و عنعنات خود پای نمی گذاره. او عرف و عنعناتی را شریعت اسلامی در مقابلش موضع گیری می کنه که او عرف و عنعنات آموزه های دین زیر سوال می برند. با تقیم بابا اصلاح تحقیقات دینی آنها در تکر و برخورد هستند. فلهذا از دید شریعت اسلامی تجلیل کردن از این شب، آمادگی برای این شب کدام اساسی نداره. اگر عبادت بکنی، عرض کردم که شب طولانی هست، ما یک روایت داریم، مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله یک کتاب به نام سیرت نوشته کرده است، به نام سیرت مصطفی. در اون نوشته میکنه در بخش سیرت اهل بیت پیامبر علیه السلام، حضرت فاطمه میگه در رکعت نفل نیت نکرد، ملا وقتی که اذان میداد سلام میداد و میگفت ای الله چقدر شب کوتاه که دو نفل ما پوره نشد، شب یلدا چقدر شب طولانی که ما دونی صد نفل بخونیم، مناجات به دربار الله بکنیم، توبه و تضرع بکنیم. البته بازم اون مخصوص به این شب نیست، هر شب این کار میتونیم، ولی با استفاده از طول ازی، از درازی این شب ما یک استفاده در راستای دین و عبادت باید بکنیم. جزاکم الله خیرا.